در روز پنجشنبه 23 ژوئن دهمین تظاهرات از سوی اتحاد سندیکایی متشکل از 7 سازمان سندیکایی فرانسه فرا خوانده شد. علیرغم ممنوعیت قانونی تظاهرات توسط دولت، به هر حال دولت در برابر سندیکاها کوتاه آمد و تظاهرات برگزار شد. امیر جواهری با روبن مارکاریان درباره اهمیت اقدام سندیکاهای کارگری فرانسه گفتگویی کرده که در این قسمت از برنامه توجه شما را بهش جلب می‌کنم. سلام دارم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. در جریان هستید که مقابله سیستماتیک دولت و اصرارش بر تصویب قانون ارتجاعی کار به سرکوب تظاهرات خشم مردم رو تقویت کرده و بسیج رو در رویها در کل فرانسه بدل شده. با خودم رفیق روبن مارکاریان دارم و میخوام در این باب بایش گفتگو بکنم. رفیق مارکاریان، به شما سلام دارم. اجازه بدید اولین پرسشم رو با شما این گونه تر بکنم. در جریان هستید که در فرانسه تظاهرات سازماندهی شده علیه قانون کار ارتجاعی دولت فرانسه علی‌رغم برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی اروپا همچنان ادامه و ادامه داره. پنجشنبه 23 ژوئن دهمین تظاهرات از سوی اتحادیه سندیکایی متشکل از 7 سازمان سندیکایی فراخوانده شده. دولت فرانسه این تظاهرات رو ممنوع کرد. علت ممنوعیت این تظاهرات از منظر شما چه بوده و چگونه در کشوری مثل فرانسه که خودش رو مهد دموکراسی میدونه دولت به خودش حق میده که چنین تصمیم رو اتخاذ بکنه و در مقابل مردم به صف آرایی وسیع نیروی ضد شورش خودش در خیابون‌ها بر بیاد؟ بله، منم سلام میکنم به شما رفیق امیر گرامی و بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. سوالی که مطرح کردید واقعا بجاست، یعنی در کشوری مثل فرانسه، اون هم در شرایطی که دولت سوسیالیست یا دولت به اصطلاح چپ قدرت رو در دست داره، میاد و از قوانین فوق‌العاده، از قوانین شرایط اضطراری برای منع تظاهرات سازمان‌های سندیکایی در اعتراض به قانون کار جدید مریم الخمری که میخواد در واقع کل قانون کار فرانسه رو که دستاورد بیش از 100 سال مبارزات کارگری و به ویژه سندیکایی طبقه کارگر فرانسه است که سندیکای سی‌ژی‌تی نقش بسیار تعیین کننده ای رو در اون داشته، میاد این تظاهرات رو ممنوع میکنه. آخرین باری که تظاهرات در فرانسه ممنوع شده مربوط به جنگ الجزایر و از اون موقع به بعد اصلا سابقه نداشته که تظاهرات در فرانسه ممنوع بشه. حتی در سال 1000 اون اعتصابات عظیم و شورش‌های توده‌ای که در سال 1968 در فرانسه به وقوع پیوست، شارل دوگل به هیچ وجه نیامد و امر آزادی تجمع و تظاهرات رو ممنوع کنه. خب در واقع مسئله این هست که دولت سوسیالیست تلاش میکنه که سیاست ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط اتحادیه اروپا و به ویژه منطقه یورو رو پیش ببره در رقابت با کشور آلمان و سایر کشورهای مرکزی اروپا، و به همین خاطر اینها تلاش میکنند که در واقع از طریق له کردن قانون کار در فرانسه، از طریق یک دامپینگ اجتماعی همه جانبه، در واقع راه رو برای رقابت سرمایه‌داری فرانسه با رقبای خودش در درون اتحادیه اروپا رو باز کنند. و این اقدامات نه فقط به شدت از طرف توده‌های مردم نفع میشه، به طوری که بیش از 70% مردم باش مخالفن، حتی در پارلمان مجلس ملی فرانسه هم اینها اکثریت ندارن و بنابراین اولان از طریق فرمان ریاست جمهوری در واقع این قانون رو میخواد
حقنه کنه و اینها. طبعا در سندیکاها حدود 80-90 درصد جنبش سندیکایی به شدت با این مخالف، جوانان به شدت با این مخالف هم میدونیم، اون شبهای در واقع تظاهرات جوانان که برگزار میشه. پس بنابراین میتونیم بگیم که این نشون دهنده اوج ضعف در واقع دولت سوسیالیست و انزوای اون هست که تلاش میکنه با نقض در واقع ابتدایی ترین موازین دموکراتیک این سیاست ضد اجتماعی رو به مردم و به ویژه به طبقه کارگر و موضوع حقوق بگیران فرانسه تحمیل کنه. روبن عزیز، علارغم ممنوعیت قانون تظاهرات توسط دولت، به هر حال دولت در برابر سندیکاها می‌دونیم که کوتاه اومد و تظاهرات برگزار شد، نه فقط در خود پاریس بلکه در بیشمار شهرهای کل جغرافیای فرانسه. چگونه شده که دولت در برابر این حرکت سندیکاها و اتحادیه‌هایی که به هم چفت شده بودند، فراتر از کلکتیو سندیکاها این حرکت رو سازمان دادن، عقب نشینی کردی؟ چرایی این عقب نشینی رو چگونه میشه تصویر کرد؟ بله، چرایی این عقب نشینی قدرت جنبش کارگری، قدرت جنبش اتحادیه‌ای در فرانسه هست. اولا نفوذ سندیکاها و سندیکاهای به ویژه رزمنده مثل سی‌ژی‌تی که به صاحب یک سنت بسیار پرشکوه مبارزاتی پشت سر خودش رو داره، و همینطور پیوند جنبش جوانانی که علیه این قانون به پا خواسته با جنبش سندیکایی و همکاری سندیکاها در واقع در این انتر سندیکال، یعنی در این جبهه واحد سندیکایی، باعث شد که علارغم این که دولت با تمام قوا خواست این تظاهرات رو در خفه بکنه و به این شکل در واقع فشار از پایین رو چاشنی شد در بیاره، سندیکاها اعلام کردند که ما این تظاهرات رو علی رغم ممنوعیت برگزار خواهیم کرد. ساعت فکر میکنم 10 صبح بود که رهبر سندیکای سی‌ژی‌تی و اف او با وزیر کشور رفتن مذاکره کردن، اینا ساعت 2 بعد از ظهر تظاهرات رو فراخونده بودن و به توافق نرسیدن. وزارت کشور گفت که شما یک در واقع تظاهرات استاتیک بکنید، یعنی یه جا فقط وایسی حرکت نکنید و اینا، که اینا گفتن نه ما نمی کنیم، ما ادامه میدیم. و در واقع در اونجا دیگه دولت باید درگیر میشد با جنبش سندیکایی. در نتیجه دولت اولان علارغم تمام در واقع اون هلمن مبارزی که فریاد زده بود و اینها، کوتاه اومد در برابر این اراده سندیکاها و در نتیجه این تظاهرات در که دهمین تظاهرات بود، شما هم اشاره کردید، در پاریس برگزار شد، بوده 2300 هزار نفر و در شهرهای مختلف فرانسه شرکت کردند و اون هم در متن برگزاری مسابقات جام جهانی اروپا که نه فقط در واقع خود فرانسه انعکاس وسیعی پیدا کرد، بلکه انعکاس وسیع بین‌المللی پیدا کرد، به خاطر اینکه الان در واقع به خاطر برگزاری این مسابقات تمام رسانه ها متمرکزن روی فرانسه و رسانه ها معمولا این نوع تظاهرات سندیکایی رو در واقع به حاشیه میبرن و سانسور میکنند و اینا، و سندیکا دقیقا این موقعیت رو در واقع استفاده کردن برای اینکه صدای خودشون رو به گوش مخاطبین برسونن. بله، خب رفیق روبن مارکاریان، با توضیحاتی که دادید، حالا این سوال سومی هم در برابر ما هست. همونطور که شما گفتید، دولت برای تصویب قانون جدید حتی مجلس نمایندگان فرانسه رو هم دور زده. سندیکاهای فرانسه که امروز فراتر از کلکتیو سندیکاها در این حرکت بزرگ در برابر قانون کاری ارتجایی رد کشیدن،
چگونه تونستن دولت رو وادار رو به تسلیم بکنن؟ این قدرت از کجا ناشی میشه؟ و در قبال اون چی که تو شرایط اجتماعی جامعه ما طبقه کارگرمون باش روبروه و اون رو در کف خیابون ها به شلاق میکشن، این حرکت بزرگ رو در روی جنبش اتحادیه‌ای در کل فرانسه چه درس هایی برای جنبش کارگری ایران داره؟ بله، همونطوری که شما اشاره کردید باید ما بر روی این تجربه دقیق بشیم و ببینیم که چه نقاط مثبتی داره و جنبش کارگری در ایران چه درس هایی از این جنبش که الان 11 بسیج خودش رو روز سه‌شنبه برگزار خواهد کرد و تونسته اجازه اون رو بگیره به خاطر همون عمل درخشان مقاومت سندیکاها در روز پنجشنبه و تسلیم نشدنشون و وادار کردن دولت به تسلیم شدن در برابر اراده سندیکا. اولین نکته‌ای که گفتم به هر حال در پاسخ به سوال اول و دوم شما، قدرت جنبش کارگری سندیکایی در فرانسه هستش که سابقه و سنت طولانی داره و به ویژه سژته که سندیکای مبارزه طبقاتی است و این سندیکا ستون اصلی جنبش سندیکایی رو تشکیل میده به خاطر نفوذ قوی که داره در بخش‌های کلیدی صنعت و خدمات و در کل اقتصاد فرانسه و به این شکل سژته الان به محور ستونی تبدیل شده که حول اون این کلکتیو یا انترسندیکال یا جبهه واحد سندیکایی شکل گرفته. پس علاوه بر نقش سندیکاها، همکاری سندیکاها با هم و ایجاد جبهه واحد سندیکایی در یک چنین مواردی بسیار تعیین کننده است. یعنی تشکل‌های مختلف کارگری باید با هم روی اشتراکات خودشون جبهه واحد برای پیکارهای طبقاتی درست کنند. مسئله بعدی پیوندشون با جنبش جوانانه که اشاره کردیم، اون جنبش شب بیداری جوانان و اعتراضش علیه این قانون کار که جوانان رو بیش از همه زیر ضرب میبره و اونها رو بی آینده میکنه. در حقیقت این جنبش جدید پیوندی است، دو وجه داره. یکی از وجوه دیگه اون همون پیوندش با جنبش جوانان هستش. مسئله بعدی پیوند اونها با احزاب و سازمان های چپ مثل جبهه واحد چپ در فرانسه که شامل حزب کمونیست، حزب چپ فرانسه و حالا احزاب کوچیک دیگه چپ هستند و به این شکل این مجموعه یک قطب نیرومند این مقاومت رو تشکیل میدن. اون درس مهمی که ما میتونیم بگیریم به طور خلاصه این هست: اهمیت جنبش سندیکایی و در واقع نقش و نفوذ سندیکاها در مراکز کلیدی اقتصاد و خدمات، همکاری تشکل‌های مختلف کارگری، پیوندشون با جنبش جوانان، زنان، سایر جنبش‌های اجتماعی و با احزاب و سازمان‌های چپ، اینهاست که میتونه کلید موفقیت جنبش کارگری و در این حال جنبش چپ و سوسیالیستی در ایران باشه.